لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ممنون از تشریف فرمایی یکایک عزیزان، سروران، خانم ها و آقایان در این لیالی مبارک در ماه رمضان. خوشنودیم که در مجلسی هستیم که انفاس پاک روزداران پشتوانه معنویت آن است و امیدواریم که پارسایان، پاکیزه جانان که در این محضر حضور دارند شفیع همه گناهکاران باشند. امیدواریم که عنایت خداوند ناظر به عزیزانی باشد که اینجا هستند، بر حاضران و بر غائبان، بر روزداران، بر روزنداران، بر مسلمانان، بر غیر مسلمانان، همه مخلوقات، همه بندگان خداوندند، همه رعایای اون سلطانند و همه انتظار لطف و لطافتی از اون پادشاه جلیل القدر دارند، یعنی حضرت خداوندگار، پروردگار بزرگ که ما را آفریده و به رحمت خود پرورده و اکنون هم در انتظار رحمت بیشتر او هستیم. بگذارید من سخنانم رو با سوره قدر از قرآن آغاز کنم که مناسبت تام و تمام دارد با اجتماع ما امشب و اونگاه شطری در باب معانی این سوره مبارکه و پاره از امور مربوط و متناسب با امشب با شما در میان بگذارم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. به دنبال کلام ایزدی و قرآن پاک محمدی بگذارید غزل لطیف حافظ رو هم برای شما بخوانم. یقین دارم همه شما با اون آشنا هستید، ابیاتی از اون رو در خاطر دارید. ذوق شما رو تیز میکنم، کام شما رو شیرین میکنم و ذهنتون رو زنده میکنم با خواندن این غزل لطیف حافظی که دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادند و در آن ظلمت شب آب حیات هم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذات هم کردند، باده از جام تجلای صفات هم دادند. بعد از این دست من و آینه روی جمال که در آنجا خبر از جلوه ذات هم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی اون شب قدر که این تازه براتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل نه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. خاطف اون روز به من مژده این دولت داد که بر آن جور و جفا صبر و ثباتم دادند. این همه قند و شکر که از سخنم میریزد اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادند. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادند. رحمت الله علیه. خب در ماه رمضان قرار داریم و در اولین شبهای احیا که لیالی قدر است، مبارک است و عزیز است و واجب می کند که هم در باب این شب و هم در باب ماه رمضان سخنانی رو به محضر شما عرضه کنم. اولا ماه رمضان در تاریخ اسلامی ماه مهمی است، نه صرفا به خاطر روزداری و تشریع روزه یا به خاطر لیالی قدر که در او هست، بلکه به خاطر حوادث مهم دیگری که در این ماه رخ داده است. خب از طرفی می دانیم که پیامبر اسلام در این ماه مبعوث شد، یعنی اولین آیات وحی بر پیامبر در ماه مبارک رمضان نازل شد و قرآن به صراحت میگوید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است و در حقیقت بعثت پیامبر در رمضان است. من به درستی نمیدانم که چگونه شده است که اختلاف در تاریخ و روز بعثت پیامبر پدید آمده است. از یک طرف اهل سنت رمضان رو ماه بعثت پیامبر گرامی می دانند، از آن طرف چنان که می دانید در میان ما شیعیان
27 رجب روز بعثت پیامبر شمرده می شود. اینها البته اهمیت ذاتی ندارد، اما اونچه که به عقل نزدیکتر است و با تاریخ می خواند همین است که بگوییم شبی، اون شب خجسته‌ای و مبارکی که پیامبر مورد خطاب خداوند قرار گرفت، جبرئیل رو در خواب دید که به او یک تومار حریری رو نشان میداد و می گفت از روی آن بخوان، و پیامبر نتوانست بخواند. جبرئیل دو بار او رو فشرد به طوری که از شدت فشار هراسان شد، و در باب سوم، باره سوم، از جبرئیل پرسید چه بخوانم، و او به پیامبر آموخت که چه بگوید. و پیامبر چنان که خودشون گفتند وقتی که از خواب برخاست، اون آیات در مغز او و قلب او نقش بسته بود. بار اینها در ماه رمضان بوده است، شب 21 رمضان یا شب 24 ماه رمضان، بنابر اختلاف روایات و تواریخ در این باب. و پر مناسب است و موافق عقل است اگر بگوییم که اصلا لیلة القدر در ابتدا لیلة القدر خود پیامبر علیه السلام بود. ابتدا برای او یک شب فرخنده بود، یک شب فتوح بود، گشایشی بود در روح او و در قلب او، و چشمان او باز شد به دیدن ملکوت، انسان دیگری شد، شخصیت تازه یافت، مأموریت تازه یافت. به حقیقت برای او از هر جهت لیله خجسته فرخنده‌ای بود، شب پر ارزشی بود. قدر یعنی ارزش، یعنی منزلت، یعنی شرافت. شب قدر یعنی شبی پر شرافت، رفیع القدر و بلند مرتبه و عظیم منزلت. لیلة القدر معناش این است، گرچه که تفسیرها و ترجمه های مختلف از او شده است، اما چنان که اشارت خواهم کرد، مفهوم ارزش، قدر برای این شب صحیح تر می نماید، پذیرفتنی تر می نماید. بازی اون شب بسیار پر ارزش و عظیم المنزلت برای پیامبر همون شبی بود که روح او با جهان تازه آشنا شد، با خدای این جهان آشنا شد، خدا با او تماس گرفت، با او سخن گفت، و از اینجا تاریخ تازه برای بشریت هم آغاز گردید. خب این یکی از حوادث مهم، بلکه مهمترین حادثه این ماه است. اما همچنان که می‌دانیم معراج پیامبر علیه السلام در سال دوم بعثت، یعنی 2 سال پس از آغاز وحی، در مکه و در 19 ماه رمضان رخ داد. یعنی این شبی که اکنون شب 19 ماه رمضان است، شبی است که معراج پیامبر در این شب رخ داده است. این معراج هرچه که بود، گشوده شدن باب دیگری از معارف و از ملکوت و از جهان بالا به روی پیامبر بود. شهوداتی که کرد، مشاهداتی که برای او حاصل شد، و دستاوردهایی که در این سفر روحانی و معنوی داشت و با او برگشت و دوباره دستاوردهای خود را با مردم در میان نهاد. نماز در همین سفر معراج تشریع شد، یعنی در سال دوم بعثت که پیامبر به معراج رفتند، آمدند و بیان کردند که در این سفر معنوی نماز رو هم به او آموختند و گفتند که چگونه برای مؤمنان نماز رو بیاموزد و آنها چگونه نماز بگذارند. پس معراج هم همینطور. ما وقتی که پیامبر به مدینه رفتند، یعنی 13 سال بعد از بعثت و پس از معراج، چنان که می دانید اولین جنگ بزرگ بین پیامبر، یعنی مسلمین و مشرکین مکه، در ماه رمضان، در همین شب 19 ماه رمضان از قضا رخ داد. جنگ بدر اولین پیروزی مسلم پیامبر بود بر مشرکین مکه. در اونجا بود که ایشان در واقع نقش ثابت خود رو بر جزیره العرب رقم زد، و کفار مکه و مشرکین دانستند که این پیامبر برافکندنی و برانداختنی نیست.
او رو از مکه بیرون کردند، او رو شکنجه ها دادند، اطرافیان او رو وادار به بیرون رفتن از وطن خودشون کردند، مهاجرت ها کردند، خود پیامبر هم ناچار به هجرت شدند، به مدینه رفتند. اما در سال دوم پس از ورود در مدینه، داستان مفصلی که در سوره انفال در قرآن آمده است، جنگ بدر بین مؤمنین مسلمین و مشرکین مکه رخ داد که در آن جنگ ابو جهل کشته شد، تعدادی از بزرگان مشرکین کشته شدند. امیرالمؤمنین در آن جنگ هنرنمایی و دلاوری بسیار از خودش نشان داد، جمع کثیری از کشتگان آن جنگ به دست او به قتل رسیدند و این پیروزی مسلم جایگاه پیامبر رو در جزیره العرب تثبیت کرد. و پس از آن بود که البته جنگ احد پدید آمد که شکست بود برای مسلمین، بعدها که جنگ خندق بود که بزرگترین پیروزی بود و الی آخر. لذا ماه رمضان علاوه بر این که ماهی است که وحی و قرآن در او نازل شده، علاوه بر اون که معراج پیامبر در او رخ داده، اولین پیروزی پیامبر هم، پیروزی سیاسی او و پیروزی نظامی او هم در این ماه رخ داده است. خب البته از پیامبر عزیز که سخن میگیم، همسر اول ایشان حضرت خدیجه در همین ماه وفات کردند. همچنان که پس از پیامبر مولا علی در ماه رمضان ضربت خوردند و به شهادت رسیدند. اتفاقا 19 هم، شب 19 هم که اکنون ما درانیم، همان شب ضربت خوردن امام علی است که در روز 21 هم دار فانی رو وداع کردند و به شهادت رسیدند. این سال سال 1440 هجری قمری است و امام علی درست و دقیقاً در سال 40 هجری ضربت خوردند، یعنی درست 1400 سال، 1400 رمضان از ضربت خوردن و از شهادت مولا می‌گذرد. و گرچه که این پس از وفات پیامبر رخ داد، همچنان که در نیمه این ماه ولادت امام حسن مجتبی هم رخ داد، با همه این احوال جزو حوادث مهم این ماه است. البته شبهای قدر ربطی به شهادت مولا ندارد، متعلق به ایام پیش از آن است. حتی چنان که پاره از روایات به ما میگویند، این شبهای قدر قبل از پیامبر اسلام هم بوده است، اگر اون روایات رو معتبر بشماریم. اما در این شبها این حادثه تراژیک، این ترور فجیع از ناحیه خوارج رخ داد و دل امتی رو داغدار کرد و برای همیشه به ما نشان داد که خشک مغزانی که در دل یک دین پرورش میابند چگونه میتوانند مصیبت و فاجعه بیافرینند. کسانی که علی رو کشتن، خودشون رو از علی مسلمانتر میدانستن، از او مؤمنتر میدانستن، علی رو کافر میشمردن، معتقد بودن که به وظایف دینی خود عمل نمی کند و چنان که باید و شاید پای پیامبر نمی نهد. قصد قتل او رو کردن قربتن الالله، قربتن الالله. به یاد داشته باشید که در عالم ادیان تندروی ها چگونه فاجعه آفرینند. من وقتی که بر احوال مولا علی مطالعه می کردم، برخورد کردم به اشعار پاره از خوارج که در مدح ابن ملجم گفته بودن، یا ضربتن لتقیین ما اراد به ها الا لیبلغ منزل عرشه رزوانا، ضربتی زد این مرد پارسا، یعنی ابن ملجم، برای اینکه به رزوان الهی برسد. اعتقادشون این بود، کشتن علی رو موجب نزدیکی خدا می دونستن، از میان برداشتن یک انسان نادرست و کافر به اعتقاد باطل اونها. این که در عرصه دین فتیله رو باید پایین کشید، یکی از درس‌های بزرگ تاریخ ادیان است به ما. شما هر وقت این فتیله رو بالا بکشید دود میزنه، خونه رو سیاه میکنه، زندگی رو میسوزاند و بشریت رو به باد نابودی میدهد. و از بهترین شواهد او همین حادثه است که
برای امام علی رخ داد و قبل از او البته برای عمر رخ داده بود، قبل از او برای عثمان، خلیفه دوم، خلیفه سوم، خلیفه چهارم، هر سه ترور شدند به فاصله کمی پس از وفات پیامبر علیه السلام. و بعد از او که دیگه داستان کشتن و قتل در میان مسلمین راه افتاد، نوه پیامبر امام حسین رو در سال 60 هجرت شهید کردن و این قصه ادامه یافت. با کمال تأسف تاریخ که به قول اون فیلسوف ایتالیایی تاریخ با برادرکشی آغاز شد، قابیل برادرش حابیل رو کشت و این نشان بدی بود، مارک بدی بود، نامیمون بود، بدیمن بود این حادثه و تاریخ همچنان ادامه پیدا کرده است با برادرکشی. برای اینکه این برادرکشی ها فرو نهاده شود، برای اینکه علقه برادری میان آدمیان بیفتد، جهد و جهاد بسیار لازم است. تندروی همیشه آسان ترین کار است، آهسته رفتن، اعتدال، جهاد می خواهد و این درسی است که ما از این بخش از تاریخ خودمون می توانیم بگیریم. خب از مولا علی یاد کردم، بگذاری چند بیتی از مولانا هم براتون بخوانم. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از اون چه دیده ای، یا تو واگو اون چه عقلت یافته است، یا بگویم اون چه بر من تافته است، از تو بر من تافت. چون داری نهان میفشانی نور چون مه، بی زبان ماه بی گفتن چه باشد رهنما، چون بگوید شد ضیا اندر ضیا. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای، در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی، چون تو بابی اون مدینه علم را، چون شعاعی آفتاب حلم را، باز باشی باب بر جویای باب، تار سند است و قشور در لباب، باز باشی باب رحمت تا ابد، بارگاه ما له کفون احد. سلام الله علیه. خب حالا وارد بحث اصلی بشویم در باب قرآن و بعثت پیامبر و لیلة القدر. دوست دارم که سوره‌ای رو که خواندیم اون رو بحث کنیم و بعد ببینیم که از دل این سوره چه میتوان بیرون آورد. این سوره که همه با او آشنا هستیم، از قضا جزو سوره های بسیار مجمل در قرآن است، یعنی احتیاج به تبیین بسیار دارد و ابهامات فراوان با خود آورده است که باید از آنها رازگشایی کرد، اگر بتوان رازگشایی کرد، و سوالاتی رو پدید آورده در طول تاریخ برای مفسران و برای غیر مفسران که برای ما هم میتواند سوالات مهم و فربه و دین شناسانه باشد. گفتم که لیلة القدر در حقیقت لیلة القدر پیامبر بود، در اصل یک تجربه معنوی پیامبرانه فربه در این شبها در دهه سوم ماه رمضان برای او رخ داد و آنگاه به پیروان خودش مژده داد، گفت چنین لیلة القدری در انتظار شما هم هست، فقط برای من که پیامبرم نبود، دیگران هم می توانند این راه رو بپیمایند، نه فقط در ماه رمضان، در هر ماهی، اما در ماه رمضان محتمل تر است، شدنی تر است، چرا که روح آدمی پاکیزه تر شده، تهذیب نفس یافته و در اثر خیشتنداری، در اثر پانهادن بر هوس‌ها، در اثر اطاعت صادقانه و مؤمنانه و خالصانه از خداوند توانسته پله‌های تقرب و تکامل رو بپیماید. لذا در دهه سوم پس از 20 روز ریاضت کشیدن، روح آدمیان علل عموم به جای میرسد که میتواند ناگهان پرواز کند، درست مثل هواپیمایی که تا مدتی روی زمین میرود و سرعت میگیره تا سرعت لازم رو بگیره و از زمین کنده شود و به پرواز درآید. روح آدمی ابتدا در ماه رمضان در 20 روز نخست این چنین است، تمرین های لازم رو کرده و آماده پرواز است. این پرواز در دهه سوم ماه رمضان برای پیامبر رخ داد، برای همگان هم میتواند
رخ بدهد، یعنی راهی رو که او رفت، دری رو که او گشود، به روی همگان گشود، همگان رو دعوت به این ضیافت کرد و به همه گفت که خداوند آماده است تا شما رو هم به معراج ببرد، به مقام رفیع قرب خود برساند. گمان نکنید که فقط از آن پیامبران است، همه کس می توانند این راه رو به همراهی و به معاضدت پیامبران طی کنند. لذا ماه رمضان نه فقط ماه معراج پیغمبر بود، نه فقط لیلة القدر او بود، ماه معراج همه مسلمانان است، لیلة القدر همه مسلمانان است. و این اصلا نشان می دهد به ما که گویی پیامبر که ماه رمضان رو برای روز انتخاب کرد به همین دلایل و به همین مناسبت ها بود. چنان که می دانید مسلمین در مکه روزه نمی گرفتن، احتمالا شخص پیامبر خودشون روزداری می کردن و چنان که آورده اند ظاهرا در روز عاشورا هم روزه می گرفتن که انطباقی با روز گرفتن یهودیان داشت. روایاتی هست بیشتر از طریق اهل سنت نقل شده که ایشان میگفتند تا وقتی چیزی بر من تشریع نشده خوش میدارم که به شرایع پیشینیان عمل کنم. و چون هنوز روزه واجب نشده بود بر همه مسلمین و یهودیان در روز یوم کیپور به اصطلاح روزه میگرفتند، گفتند که پیامبر اون روز رو روزه میداشت. وقتی که ماه رمضان آمد و پیامبر مؤمنین رو مکلف کردند که در این ماه روزه بگیرند، روزه عاشورا مستحب شد، وجوب از او برداشته شد. این چنین بود و اهل سنت تا امروز هم این عقیده رو دارن. اما چون قتل امام حسین علیه السلام روز عاشورا رخ داد، 60 سال بعد ائمه شیعه به پیروان خودشون گفتن این روز رو روزه نگیرید، به خاطر اینکه بنی امیه از فرط شادی این روز رو روزه می گرفتن، جشن می گرفتن، و لذا روزه ی روز عاشورا نزد شیعیان مکروه است، اما نزد اهل سنت همچنان مستحب باقی مانده است. اما ماه روزه همین ماه رمضان است که در مدینه تشریع شد و پیامبر اون رو بر همگان واجب کردن و خودشون هم روزه می گرفتن. و چنان که گفتم بعید نیست که تجربه های شخصی پیامبر در این ماه ایشان رو واداشته باشد که این ماه رو برای روزه انتخاب کنن و که در او لیلة القدر بوده، یعنی لیلة الوحی بوده، در او معراج بوده و شاید بسی تجربه های دیگری که پیامبر علیه السلام داشتن. بیاد داشته باشید که پیامبر قبل از مبعوث شدن خصوصا ماه رمضان رو به غار حرا می‌رفتند و در اونجا ما به درستی نمی‌دانیم چگونه عبادت می‌کردند، به احتمال قوی روزه هم می‌گرفتند و همین روزه ها و عبادت ها بود که نفس او را آماده کرد برای پذیرفتن خطاب الهی. این تجربه رو با پیروان خودش هم در میان نهاد، گفت من از این راه رفتم و به این مقصد عالی رسیدم، شما هم به دنبال من از همین راه بیایید، به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. این قصه رمضان بود. اما قرآن ببینیم که با ما چه میگوید. خب به صراحت به ما میگوید که قرآن در ماه رمضان نازل شده است، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، این در سوره بقره است. وقتی هم که در سوره قدر میگوید انا انزلناه في ليله القدر، اسم قرآن رو نمیبرد، ولی ظاهرا این ضمیر اشاره صریح دارد به قرآن، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، پس شب قدر در ماه رمضان است. سوالی که مفسرین با خودشون مطرح کردن، آیا همه قرآن در شب قدر آمد یا پاره ای از قرآن در شب قدر آمد؟ اینجاست که مفسران قرآن به دو دسته تقسیم شدن. تعدادی گفتن که وقتی که میگوید که الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان که قرآن در او نازل شده، یعنی همه قرآن. وقتی میگیم قرآن یعنی همه قرآن، پس لابد در ماه رمضان و برای بار اول در غار حرا تمام قرآن یک جا به پیامبر نازل شده است.
اما کسان دیگری گفتن که نه، لازم نیست که وقتی گفته می شود قرآن منظور همه قرآن باشد، اگر پاره ای از قرآن هم نازل شده باشد، نزول قرآن آغاز شده باشد، باز هم درست است که گفته شود قرآن در این ماه نازل شد یا در این شب نازل شد. مخصوصا که ما آیات دیگری در قرآن داریم که به ما می گوید که و قرآنا قرأناه لفرقناه لتقرأه على الناس على مكسن و نزلناه تنزیلا. ما این قرآن رو پاره پاره و تکه تکه کردیم تا تو هم با تأنی بر مردم بخوانی، یعنی کل این کتاب رو ما یک جا بر تو نازل نکردیم، عمدن و مخصوصا قرآن رو پاره پاره و قطعه قطعه نازل میکنیم تا تو هم قطعه قطعه بر مردم بخوانی. یعنی تأکید در پاره از آیات قرآن بر این است که قرآن آیاتش به نحو متفرق نازل شده اند، نه یک جا. خب این اولین سؤالی بوده است که در مورد اولین آیه این سوره است که انا انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، همه قرآن رو یا برخی از قرآن رو. دو تا دسته داریم اینجا مفسران، و اونگاه کسانی آمدند و با تکیه بر روایاتی که به گمان بنده بسیارشون ساختگیان، آمدند و یک چیزی رو نقل کردند که بین این دو قول جمع کنن، یعنی بگن میشه هم همش آمده باشه هم برخیش آمده باشه، هر دوتا درسته. چگونه؟ گفتن تمام قرآن یک جا به آسمان اول نازل شد از لوح محفوظ، چنین روایاتی هم در شیعه هست هم در اهل سنت، تمام قرآن یک جا از لوح محفوظ که همون کتاب علم الهی است به آسمان اول در بیت المعمور نازل شد که یک خانه است که درست به موازات خانه کعبه در آسمان اول است و ملائکه در او رفت آمد دارند، به اونجا نازل شد و بعد از اونجا تدریجا و متفرقا توسط جبرئیل بر پیامبر نازل می شود. لذا هم درست است که بگیم همه قرآن نازل شد ولی به آسمان اول، و هم درست است که بگوییم که تدریجا نازل شد چون از آسمان اول تدریجا بر پیامبر نازل می شد. بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی و دیگران این اقوال رو پذیرفتند و معتقدند که بله، ظاهرا قرآن این چنین بوده است. خب این نکته است و نکته کوچکی هم نیست. دوستان عزیز ما، کسانی که سخنان من رو میشنوند، حاضران و غایبان، اگر با تحقیقات جدید در باب قرآن شناسی آشنایی داشته باشند، میدانند که یکی از بحث‌های بسیار مهم در باب قرآن این است که قرآن یک خصلت دیالوگی دارد. خصلت دیالوگی یعنی چی؟ یعنی گفتگویی، یعنی مکالمه‌ای، یعنی رفت و آمدی، یعنی پیامبر چیزی میگفته، کاری میکرده، مسلمان‌ها عکس العملی میکردن و این عکس العمل در قرآن منعکس میشده است. خیلی فرق داره با انجیل که اون اساساً سرگذشت نویسان عیسی رو نوشتن، با تورات خیلی فرق داره که موسی رفت به کوه طور یک جا همه اون ده فرمان رو دریافت کرد و اوورد میان مردم خودش و بر اونها خواند، همینو بس. کسی با خدا مکالمه نه، گفتگو نکرد، یک جا وحیی یک طرفه نازل شد. اما در مورد قرآن اینطور نیست. شما قرآن رو که نگاه میکنید میبینید اصلا قرآن تدریجا تولید شده است، یعنی جنگی در می گرفته، آیات مربوط به او می آمده، سؤالی از پیامبر می شده، آیات مربوط به او می آمده، حادثه برای عایشه همسر پیامبر پیش می آمده، بحثی و داستانی در مورد او نقل می شده. اینطوری نبوده که یک کتابی که یک جا نوشته شده باشه و فقط دستورات باشه به پیامبر نازل شده و ایشون هم با مردم در میان نهاده باشه. این کتاب تدریجی الحصول بوده و یک ماهیت دیالوگی دارد. این رو هم بنده در نوشته‌های خودم بر او تأکید کردم، هم مرحوم نصر حامد ابوزید در کتاب مفهوم النص خودش
که خصلت دیالکتیکی قرآن یکی از خصلت‌های برجسته قرآنه. خب این سخن یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شما بگید تمام قرآن قبلا حاضر بوده، معنیش این استش که این خصلت دیالکتیکی، اینکه در یک فعل و انفعالی، یک اکشن و ریاکشنی در جامعه صورت می‌گرفته، اینا از میان برداشته میشه. یک مطالبی از قبل معلوم بوده، معلوم بوده که چه کسی در چه موقعیتی چه سوالی از پیامبر خواهد کرد، جوابش هم اونجا نوشته شده بوده. بعدن این یه مرتبه نازل شده یا خورده خورده بر پیامبر نازل شده. روح قرآن رو، دینامیزم قرآنی رو، این که مثلا تو قرآن ناسخ و منسوخ هست، این لابد قبلا هم توی قرآن در لوح محفوظ بوده که این آیه رو اول میگیم بعد اینو نسخش میکنیم یا آیه دیگه میگیم، اینو اصلا با این وضعیتی که قرآن داره به هیچ وجه قابل قبول و قابل انطباق نیست. این که قرآن یک بار نازل شده باشه، حالا چه به آسمان اول رفته باشه چه به لوح محفوظ، اینا با اونچه که ما در قرآن میخوانیم و میبینیم وفق تام و تمام ندارد. این قول که قرآن تدریجا نازل شده قطعا درسته. اون که یک جا نازل شده اگر سخن درستی باشه، معناش این است که پیامبر یک جا قرآن شناس شده است، یک جا چنان شده است که میتوانسته پذیرای قرآن بشه، یک جا او قابلیت دریافت وحی رو پیدا کرده است، ولی نه اینکه همه این آیات رو از پیش میدانسته یا از پیش در جایی ثبت و ضبط شده بوده و به طور مکانیکی به پیامبر منتقل میشده است. البته تئوری های دیگری رو هم که شما در باب وحی اگر در نظر داشته باشید، همه اینا منافات دارن با اینکه ما قرآن رو یک کتاب از پیش ساخته، از پیش نوشته، مرتب شده و تغییر ناپذیری تصور بکنیم که به صورت به نحو سوری در یک مواردی وارد کار می شود. به علاوه که با خودش یک ایده جبر رو هم همراه میاره، یعنی دقیقا در معناش این می شود که معین بوده که فلان کس کافر شود و اونگاه در مقابل کفر او چنین گفته شود و یا فلان جنگ حتما رخ بدهد و در مورد اون جنگ و رخ دادنش فلان آیات نازل بشه. منتها پیش پیش همه اینها نوشته شده بوده، معین بوده، فقط اینها خورده خورده از پس پرده بیرون می آمده. این یه بینش است نسبت به زایش اسلام راجع به پدید آمدنش. یک بینش دیگرش این که اصلا زایش اسلام، زاده شدن و پرورده شدن شخصیت پیامبر، همه اینها تدریجی بوده است. پیامبر تدریجا پیامبرتر شد، پیامبر تدریجا قرآن رو دریافت، قرآن تدریجا قرآن شد. حوادثی که رخ میداد در جامعه پیامبر، اونها اقتضا میکردن که چه آیه نازل بشود، به چه سؤالی پاسخ داده بشود، چه چیز دیگری گفته شود یا گفته نشود. این خصلت دینامیک تدریجی الحصول بودن و زنده بودن و فعال بودن و متناسب با اجتماع بودن گرفته میشه از او. یک چیز بیروح راکدی که گویی که قرنها در لوح المحفوظ خاک خورده و بعد ناگهان در زمان پیامبر از او پرده برداری شده چهره می نماید. دو تا ایده است در اینجا دیگه، انتخاب با شماست. ولی اختلافی که بین مفسرین بود یک چنین اختلافی بود، این که گفتم ابهاماتی در این سوره هست از همینجا آغاز می شود. اما این که قطعاً قدری و بخشی از قرآن در ماه رمضان نازل شده جای شکی نیست. همه تواریخ و من جمله سیره ابن هشام به ما نوشتن که پیامبر آیات اول سوره علق رو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پنج آیه اول سوره علق رو در غار حرا در حین خواب دریافت کرد. اینو یادتون باشه، اولین وحیی که به پیامبر رسید در رؤیا بود و پیامبر بعدن که خودش برای عایشه نقل کرد که در سیره شام آمد، گفته بود من خفته بودم و در خواب دیدم که کسی آمد و یک توماری هم در دست داره و چند بار منو تکون داد و فشرد و گفت بخوان بخوان، که من نمیتوانستم. اونگاه خود او به من یاد داد که چه بخوانم، که همون پنج آیه ابتدای سوره علق بود. به هر حال در این که
قدری و بخشی از قرآن در ماه رمضان آغاز شده جای تردید نیست، سخن و سوال در باب کلیت امر است. اما نکته دوم در باب این سوره که انا انزلناه فی لیلة القدر، این قدر در اینجا یعنی چی؟ خب قدر چندین معنا داره دیگه. بعضی ها گفتن که از قدرت است، بعضی ترجمه های انگلیسی هم Night of Power می نویسن، شب قدرت، شب تجلی قدرت الهی. اما حقیقت این است که یا شب تقدیر، که این دومی رو خیلی ها گفتن، هم روایات شیعه گفته است و هم روایات اهل سنت، من در باب او سخن خواهم گفت. تقدیر، در این شب امورات سال آینده تقدیر میشه، لابد همه شما شنیدید دیگه، آجال ارزاق معین میشود، مقدر میشود که اجل فلان کس کی خواهد بود، چه مقدار رزق به او خواهد رسید، چه خوشیها چه ناخوشیها و چه حوادثی در طول سال برای او پدید خواهد آمد، تا دوباره سال بعد و در لیلة القدر رمضان بعدی که تقدیرات سال بعد رو رقم بزند. گفتن که معنای لیلة القدر این هم هست. و یک کسانی هم گفتن که لیلة القدر، و من جمله فخرالدین رازی مفسر بزرگ ایرانی اهل سنت، ایشان میگوید نه، این کلمه قدر رو بهتر است به همون معنای ارزش بگیریم. به گمان من هم سخن مقبول و پذیرفتنی است. چرا؟ برای اینکه اتفاقا خود این سوره چند تا گواهی بر این امر میدهد. وقتی که میگه انا انزلناه فی لیلة القدر، بلا فاصله بعدش میگه و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه میدانی که شب قدر چیست؟ یعنی خیلی مهمه و خیلی عظیم و شریف است، به طوری که حتی تو پیامبر هم شاید به رفعت قدر این شب پی نبری و ندانی. و بعد اضافه میکنه لیلة القدر خیر من الف شهر، دوباره در باب شرافت این شب میگه، این شب بهتر از هزار شب است. همه اینا در باب ارزش این شبه، اهمیت این شبه، نه بحث تقدیر است، نه بحث قدرت است، هیچ کدوم اینها نیست. در این سوره که چنین چیزی نیست. ما در یک شبی پرارزش، یک شبی رفیع المنزلت، این قرآن رو نازل کردیم. رفعت این شب و شرافت او به قدری است که حتی تو پیامبر اون رو نمیدانی و در نمیابی. این شبی است که از لحاظ ارزش و شرافت اشرف از هزار ماه است. لیلة القدر خیر من الف شهر. به این که منظور چیست میرسیم، اما به نظر من بهترین ترجمه برای شب قدر این است که یک شب بسیار پرشرافت، بسیار با اهمیت و با ارزش، که شروع میشود از دهه سوم ماه رمضان و خود قرآن به تصریح میگوید که در این شب، این شب معادل هزار ماه است. حالا یه عده‌ای هم تکلف ها کرده اند که هزار ماه یعنی چی، اومدن محاسبه کردن، گفتن که هزار ماه میشه 80 سال تقریبا و دولت بنی امیه 80 سال طول کشید، لذا خداوند به پیامبر خودش مژده داده است که برای تو ما لیلة القدری قرار دادیم که از اون 80 سال سلطنت بنی امیه مهمتر است. به گمان من اینها مصنوعی میاد. اصلا در قرآن وقتی میگه من الف شهر، خود هزار که مقصود نیست که شما چرکه بندازید بگید هزار تا، دو هزار تا، یعنی بسیار، یعنی بسیار. درست مثل این که بگه 70 دفعه این کارو بکنید، 100 دفعه به تو گفتم. اینجاها این عدد به ذات مقصود نیست، فقط کثرت او مورد نظر است. لذا لیلة القدر خیر من الف شهر، این یک شب از هزار ماه برتره، یعنی خیلی شرافت داره. حالا اگرم میگفت 100 هزار ماه باز فرقی نمی کرد، دنبال شمارش رفتن و حساب کردن و اینها گرهی از معنای این آیه شریفه باز نمی کند. اون چه که هست این است که این شب یک شب نورانی، شب فوق العاده با ارزش، شبی که در او اتفاقات عجیبی و شگرفی در تاریخ یا در صحنه روح پیامبر رخ داده و یا در صحنه روح همه مؤمنین و پارسایان میتواند رخ بدهد، یک چنین شبی است که در ماه رمضان هم قرار دارد.
اگر قبول بکنیم که روایاتی که ابوذر نوشتن که از پیامبر پرسید که آقا وقتی که شما از این دنیا برید دیگه شب قدری نخواهد بود، شب قدر فقط متعلق به دوره انبیا بوده است، گفتن پیامبر فرمودن نخیر ادامه دارد الی یوم القیامه. در سخن ابوذر آمده است که این فقط از آن پیامبران بوده است. درک ابوذر ظاهرا این بوده که همه پیامبران لیلة القدری داشتن و این خیلی مهمه و این دقیقا همون لیلة الوحی پیامبران بوده. اونام یه وقتی پیامبر شدن، ناگهان یه شبی یه روزی برای اونها گشایشی حاصل شد و دری به روی اونها باز شد، چشمشون باز شد. این شبانه یه شب یا روز این دقیقا همون لیلة القدر پیامبران دیگه. این لیلة القدر برای عارفان هم میتونه باشه، برای پارسایان هم میتونه باشه، برای همه روزداران هم. لذا درست است که این لیلة القدر تا قیامت ادامه دارد. خب به آیه بعد برسیم که میگوید که تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. این هم آیه هم از آیات مشکل است واقعا. ملائکه با یک امرهایی نازل میشوند. به کی نازل میشن؟ ما اگر پیامبر بود میگفتیم که خب لاجرم به پیامبر نازل میشوند، ولی حالا چی؟ حالا که کسی نیست. امامان شیعه البته روایاتی از اونها نقل شده است که بله در این شبها بر ما نازل می شوند، بر پیشوایان دین نازل می شوند. به هر حال پیام ملائکه که در این شبها نازل می شن و این که در این شبها میان تا همه امور عالم تقدیر بشود، این رو گفتن دیگه که ملائکه نازل می شن و میان و همه امور بشریت رو تقدیر میکنن. کجا تقدیر میکنن؟ فقط امور مسلمان ها رو تقدیر میکنن؟ امور امریکایی ها رو تقدیر میکنن؟ امور ونزوئلا کجایی رو تنظیم؟ یعنی چگونه است که این ملائکه در این شب قدر برای همه جهان نقشه میریزن و تقدیر امور میکنن و مسائلشون رو روشن میکنن، اجلشون رو، رزقشون رو و غیره رو صورتبندی میکنن و تنظیم و تثبیت میکنن؟ مسائل خیلی مجهول و مبهمی است در اینجا. سوال خیلی بزرگی که بعضی‌ها مطرح کردن اینه که مگه مقدرات ما قبلا تعیین نشده؟ باید شب قدر تعیین بشه؟ یعنی اگر گفته شده است که خداوند مرگ همه رو تقدیر کرده، اجل همه رو تقدیر کرده، تولد رو، مرگ رو و غیره، خب اگر پیشا پیش این اتفاقات رخ داده دوباره شب قدر دیگه چه اتفاقی بناس بیفته؟ یعنی این شب قدر امسال تا یه سال بعد معین میکنن که به سر من یا به سر شما چه خواهد آمد. مال سال بعد یعنی معلوم نیست. بعد دوباره شب قدر سال بعد باید معلوم بشود که در سال بعد چه رخ خواهد داد. میبینید سوالات خیلی بغرنجیست در اینجا. اینا رو گفتن و ازش عبور کردن، خیلی روشن نکردن که تقدیرات در این شب معین میشه یعنی چی؟ ملائکه نازل میشن، بر کی نازل میشن؟ چه کار میکنن؟ اصلا نقش ملائکه در این میان چیست که در شب قدر نازل بشن؟ اگر وحی بود بسیار خوب میگفتیم که بر پیامبر وحی آوردن، اما وقتی که پیامبری در میان نیست، ملائکه اینجا چه میکنن؟ این امور رو بر که نازل میکنن؟ نزد چه کسی میروند و تقدیرات رو صورت میدهند و دفتر مینویسند؟ ببینید این سوالات واقعا سوالات بی پاسخیه و به گمان من هم ضرورتی ندارد که ما در اینها در بپیچیم. حتی اصلا ممکنه اصلی هم نداشته باشه، یعنی روایاتی است و نکاتی رو نقل کردن. مهم این است که فقط به شرافت این شب ما باید بیندیشیم. اینکه حالا در این شب چه اتفاقی میفته، با چه کسی تقدیر ما رو معین میکنن یا نمیکنن، اصلا اهمیت نداره. اگرم میکنن که میکنن، اگرم نمیکنن که نمیکنن، ما که تصرفی نداریم، ما که دخالتی در اون امور نداریم، ما که نمیدونیم چی به پای ما مینویسن چی به پای ما نمینویسن و اهمیتی هم نداره که ما بدانیم، چون دخالتی نمیتونیم بکنیم.
حرف من این است که گرچه که این امور به صورت خیلی مبهم و مجمل در این سوره مبارکه آمده است، نمی باید که ذهن ما رو خیلی مشوش کند و مشغول خود بدارد. بهتر آن است که در شرافت این شب و در اهمیتش فکر کنیم و عبادت ویژه خودمون رو انتخاب کنیم. ببینید، مهم این است هر کسی عبادت ویژه خودش رو باید انتخاب کنه. عبادت در این شبها فقط نماز خوندن و دعا خوندن و ذکر گفتن و سجده رفتن نیست. اونا هم عبادت هستا، ولی یک کسی ممکنه عبادتش تفکر باشه، یک کسی ممکنه عبادتش مراقبه باشه، یک کسی ممکنه عبادتش نیکوکاری و خیر رساندن به دیگری باشه. فراموش نکنید این شبها شریفند و عبادات در آنها بسیار پاداش کریمانه دارد از ناحیه خداوند. گفتن که عبادت این شب برابر هزار ماه هست یا هرچه، ولی یادتون باشه ما یه جور عبادت نداریم، ما ده ها جور عبادت داریم و عبادت هر کسی اونیست که او رو می جنباند، یعنی روح او رو حرکت می دهد، به پرواز در می آورد، نشاط به او می بخشد، سبک می کند. وقتی که من میگم تفکر جزو عبادات است، البته من نمیگم، این جزو روایات بسیار مشهور و معتبر است که تفکر یک ساعت برابر عبادت 40 سال است. تفکر یعنی آدم در سرنوشت خودش فکر بکنه، نه اینکه بشینه فکرهای فلسفی و علمی بکنه، نه، فکر بکنه. فکر اون چیزی است که فکر آن باشد که پیش آرد رهی، به قول مولانا راه آن باشد که پیش آید شهی. فکر اونیست که یه راهی پیش پای شما باز کنه، از این گرهی که در وجود شماست شما رو برهاند، گشایش واقعی پیدا بشود، عزمی ارادهی در شما ایجاد بکنه. فکر اینه دیگه، فکری که تا کنون نکردین اگه قرار است در شما اثر بگذاره، که واقعا معناش هم اینه که به اندازه 1000 ماه میتونه در شما اثر بذاره، اصلا زندگی شما رو میتونه بسازه، تقدیر شما رو میتونه معین بکنه، دقیقا همونه. فکری بکنید که راهی پیش پای شما بگذاره، پیش پای جامعه شما بگذاره، فرق نمیکنه، پیش پای درماندگان بگذاره. این فکر عبادت است، شب زنده داری عبادت است و مراقبه عبادت است. در خیشتن فرو رفتن، با خود خلوت کردن، با خداوند سخن گفتن، با خداوند عهد بستن، اما عهدی که بعداً نشکنید ها، شکستن عهد خیلی عواقب سوء برای روح آدمی دارد. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، در قرآن هست، کسانی که عهدشون رو بشکنن دچار نفاق میشن. با خدا عهد بستن بهترین کاریست که در این شبا میشه کرد. انسان بنشینه و این کتاب خودش رو جلوی خودش بگذاره، این زندگی خودش رو مرور کنه، پیش چشم بیاره و بعد تصمیم بگیره، با خداوند عهد ببنده. ساعتها در این زمین ها هر چی فکر کنه بازم جاش کمه، ساعتها، برای اینکه خب ما این کتاب وجودمون رو یه عمریست نوشتیم، یه عمری هم بعد اینو ورق بزنیم و بخونیم، با کمال صداقت هم باید بخونیم، نه اینکه چیزی رو بر خودمون بپوشانیم، چون بر خدا که پوشیده نیست. به صراحت نزد خودمون اقرار کنیم، این عین توبه کردن است، یکی از بزرگترین عبادت هاییست که این شب صورت میگیره. توبه بالاتر از هر دعاییست، بالاتر از هر نمازیست. توبه یعنی اسیان کردن در مقابل خود، شوریدن در مقابل گذشته خود، شستشو کردن مجدد خود، عزم بر یک انسان تازه شدن، دست در دست خدا نهادن و با او عهد و پیمان بستن. اینا بزرگترین عباداتی است که این شبها صورت میگیره. من این رو نمیگم که شما رو از عبادات دیگه باز دارم، ولی من صریح شریعت رو با شما عرض میکنم، اونچه که خدا میخواد. من دیدم بیشتر مردم عامی ما، اون هم به تقلید از روحانیون، متاسفانه فکر میکنن مهمترین عبادت این شبها گذاشتن قرآن روی سره، که هیچ سند معتبری هم این نداره. خب این که چی بشه؟ خب حالا شما قرآن روی سر گذاشتین، چند دفعه هم بالاخره فریاد کشیدید که داد من برسید فلان. نه، به جای این فریاد زدنها، به قول
سنت آگوستین که براتون نقل کردم، میگفت دعا میکردم شبیه بعضی از دعاها که ما میکنیم، خیلی زجه میزدم، فریاد میکشیدم. به من الهام شد، خدا گفت فلانی من به این فریادهای تو احتیاجی ندارم، من میدونم تو چی میخوای بگی، ولی تو برای شنیدن سخن من به سکوت احتیاج داری، تو ساکت باش، تو سکوت کن تا صدای من رو، ندای من رو بشنوی. یعنی خلوت کن، یعنی مراقبه کن، یعنی در خود فرو برو، یعنی بیاندیش و از کارهایی که قشرش زیاده، پوستش زیاده اما مغزش کمه بپرهیز، به چیزی که مغز داره، لب داره، حقیقت داره، به طرف او برو. این بزرگترین عبادت است در همه سال، مخصوصا در شبهایی که گفته می شود که خیرون من الف شهر، یعنی یک این شب میتواند تکلیف هزار ماه رو معین بکنه. حقیقتا همینطور است، مخصوصا وقتی که اجتماعاتی صورت میگیره و تعاون همم و تجمع قلوب میشود، دلها در کنار یکدیگر قرار میگیره، این نفسهای پاک، این اراده های نیکو، اینها همنشین یکدیگر میشوند، از این مجموعه یک انرژی عظیم ساطع میشود. در این جمع‌ها باید از این انرژی بزرگ، این همت به قول عارفان استفاده کرد. حافظ گفت همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادن. همت همونیست که امروزه بهش میگن انرژی روانی. یک انرژی روانی بزرگی ایجاد می‌شود و آدمی می‌تواند با او افلاک رو تسخیر بکند، جان خودش رو از بند غم نجات بدهد و به معنای واقعی توبه بیاورد. توبه در این شبها بزرگترین عبادت است. حالا که دیگه به پایان سخن میرسیم، اجازه بدید، گفتند که شبهای قدر در فی اوتارها، یعنی شبهای فرد دهه یا سوم است، یعنی یا 21 یا 23. حالا اینا خیلی اهمیت نداره حقیقتش، از من میشنوید، هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار. حافظ میگفت هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار، کس را وقوف نیست که پایان کار چیست. هر شبی که حالتون خوش میشه، روزی که حالتون خوش میشه، او رو مقتنم بدارید، همونجا زانو بزنید، همونجا سجده کنید، همونجا سکوت کنید، همونجا خلوت کنید، همونجا بپردازید از امور اشغال کننده ذهن موقتاً و به طرف خدا بده. هر وقت خوش ولو یک ثانیه باشه، نیم دقیقه باشه، مهم نیست، اون یک ثانیه و نیم دقیقه یک مرتبه به اندازه هزار سال برای شما کار میکنن. معناش این است، این شبها که آمادگی هست و همه چیز ما را القا و تلقین میکند که از این پاکی حاصله در روح در اثر روزها به سمت خدا برویم، باید به این کاروان بپیوندیم و الا جا میمونیم، عقب میمونیم و افسوس خواهیم خورد و متاسفانه ممکنم از وقت دیگری به دست نیاد. کس را وقوف نیست که پایان کار چیست. یکی از دعاهای خیلی خوبی که در این شبهای قدر خوانده می شود و خوب است که همه با هم بخوانیم و اصلا به یاد داشته باشید، همیشه با خودتون بخوانید، در مفاتیح الجنان هست که در شب 27 خوب است این دعا خونده شود، همیشه خوب است که خونده شود، اون است که اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود. خدایا به من یاد بده، توفیق بده که من از جهان کناره بگیرم، فاصله بگیرم، غرق این زندگی نشم، غرق این حوادث نشم، سوار اونها باشم. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. دار الغرور یعنی جهانی که مهمترین کارش فریب دادن آدمیان است، از این فریب کنار بگیرم. ولی انابت ارا دار الخلود، به سوی جهان جاودان متمایل شوم. ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از آمدن مرگ من آماده مرگ بشوم. یکی از بهترین دعاهایی است که در این شبها خوب است که خوانده شود، آمادگی برای سفر بعدی، توجه به این که ما در این جهان جاودانه نیستیم. این رمضان ها میاد و میره، 1400 رمضان از شهادت
مولا علی گذشت. 1440 رمضان از وحی نبوی و محمدی گذشت، 1400 رمضان دیگر هم خواهد گذشت که ما خاک باشیم و خشت. لذا مهمترین تنبهات در این شبها تنبه نسبت به فانی بودن است، تنبه نسبت به لزوم توبه کردن و شستشو کردن خیشتن و طهارت نفس و تصمیم‌های مهم برای زندگی گرفتن، برای سال آتی گرفتن و راه و روش خیش رو با یک اراده قوی معین کردن. هنگام افطار است. از همه روزداران عزیز میخواهم که همگان رو در دعاهای نیکوی خودشون شریک بکنند، خدا رو که میخوانند برای همه بخوانند، رحمت واسعه او رو برای همگان طلب کنند. وقتی هم که وقت خوشی دارن همگان رو در اون وقت خودشون شریک بکنن. شما رو به خدا می سپارم و امیدوارم که این شب به حقیقت لیلة القدر یکایک که شما هم باشد. و السلام علیکم و رحمت الله.